بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امروز جلسه پنجم کلاس را آغاز میکنیم. در این امروز مطالبی رو خواهیم گفت که یه مقداری امیدوار هستیم که با دقت بیشتری تعقیب بکنید. مطالبمون یه مقدار عمیق‌تر و مفهومی‌تر و جذاب‌تر میشه. اینی که خواهش میکنم که علاوه بر اینکه در کلاس تعقیب میکنید، حتما بعد از کلاس مطالعه بکنید، از روی کتاب و کارو تعقیب بکنید. ما جلسه پیش چرخه‌های حدی رو تعریف کردیم، تعابیرشون رو بیان کردیم و آخرین موضوعاتی گفتیم، نوع چرخه حدی پایدار، ناپایدار و نیمه پایدار یا سمی استیبل بود و این فرمولیشن خیلی مهم که اینجا من یادداشت کردم که یه دوباره خواهش میکنم این رو حتما تو نوتاتون داشته باشید. برای تبدیل فرم کارتزیان به قطبی از این روابط میتونید استفاده بکنید و رفتار سیستم ها رو به شکل مناسبی توی فضای قطبی تعبیر بکنید. همچنین آخرین مطلبی که بیان شد در رابطه با انرژی بود، وارد مفاهیم پایه‌ای تر داریم میشیم و اینی که چه موقعی یک به اصطلاح همگرایی به سمت یک لیمیت سایکل داریم یا واگرایی از او رو داریم، میتونیم از در قالب انرژی اینها رو بسنجیم و برای نگاتیو رزیستنس و تعریف انرژی که برای سیستم مربوطه انجام شد دیدیم که در واقع توی به اصطلاح ناحیه‌ای که انرژی ما، تغییرات انرژی ما، ایدات ما مثبت هست، در واقع داره انرژی به سیستم تزریق میشه و این باعث میشه که تراجکتوری های ما واگرا بشن و این واگرایی از یه نقطه تعادل نشأت میگیره و به سمت یک لیمیت سایکل میره. تا اینجا در واقع این دو مفهوم مهمی که توی درس ما بود، یکی نقطه تعادل و یکی لیمیت سایکل یا چرخه حدی، رو به یه نوعی نشون دادیم که اینها یه جوری به هم مرتبط هستن و با همدیگه ارتباط نزدیکی دارن. برای اینکه یه بار دیگه این رو مطرح بکنم و وارد درس بشیم، نقطه تعادل به لحاظ ریاضی و به لحاظ مفهومی اگه در نظر بگیریم، یه نقطه هست در صفحه فاز ما که اگر از اون نقطه شروع کنیم، این جزئی از پاسخهای سیستم، یعنی تو معادله x داد مساوی با f x صدق میکنه و جزء پاسخهای تریویاله، یعنی جایی که برای من یکی از پاسخهای سیستمه، ولی پاسخ خیلی نسبتاً ساده ای از سیستم هست. به نظر میاد تصویر من رو دست دادیم. بله استاد. بسیار عالی. خیلی ممنون. امروز به نظر میاد که کمی اینترنت با تحمل بیشتری داشته باشین، هم بخشی از رفتار غیر خطی سیستم ها هست و صبر آدم رو زیاد میکنه. عرضم این بود که نقطه تعادل یکی از پاسخهای معادله حالت ما هست و پاسخ تریویالش هست. لیمیت سایکل هم همینجوره. لیمیت سایکل یه منحنی بسته ایه که جز پاسخهای سیستمه، چون تراجکتوری سیستم به او در واقع همگرا میشه و از او واگرا میشه. یعنی چی؟ یعنی این نقطه تعادل، اگر توی نقطه تعادل اگر از اون نقطه شروع کنیم، در اون نقطه باقی خواهیم موند، فارغ از این که به لحاظ ریاضی این نقطه پایدار یا ناپایدار باشه، چون پاسخ سیستم هست و نقطه تعادل هست، در اون نقطه اگه باشیم همونجا باقی خواهیم موند. البته نزدیک اون باشیم ممکنه به اون همگرا بشیم یا واگرا بشیم با خصوصیت پایداری سیستم. لیمیت سایکل هم اینجوری، اگر روی این منحنی بسته، هر نقطه از این منحنی بسته قرار بگیریم، روی این باقی خواهیم موند و باز هم در واقع علارغم این که پایدار یا ناپایدار نیمه پایدار باشه، اما اگر نزدیکی اون شروع کنیم و خصوصیت پایداری معنی پیدا میکنه که از اگه پایدار باشه با همگرا میشه، اگه ناپایدار باشه از او واگرا میشه. این مفهوم رو من اون دفعه عرض کردم، مثل این بود که نقطه تعادل ما باد کردیم، از یه نقطه تبدیلش کردیم یه منحنی دو بعدی توی فضای R2 و اینها جزء مجموعه های پایا از سیستم ها خواهند بود که ما جلوتر اینها رو دقیق تر بیان میکنیم.
خب با این توصیف میخوام ارتباطات بیشتری رو پیدا بکنیم بین لیمیت سایکل و نقطه تعادل و همچنین قضایای وجود و احیانا پایداری رو توی برای چرخه حدی بتونیم بیان بکنیم. این کار خیلی زیبا توسط پوانکاره انجام شده و حالا جلوتر پوانکاره معرفی میکنم. ما توی غیر خطی خیلی مدیون پوانکاره هستیم و خیلی کارهای زیادی رو او آغاز کرده به شکل تحلیلی برای سیستم ها. اولین کار یا شاید یک نمونه از کارهایی که تو سیستم های دینامیکی پوانکاره انجام داده اندیس پوانکاره پوانکاره ایندکس هست که مرتبط با نقطه تعادل میشه و به یه نوعی این مقدمه خواهد بود که ارتباط نقطه تعادل و به اصطلاح لیمیت سایکل رو مشخص بکنه. اجازه بدید تعریف بکنیم. میگه شما فرض بکنید که یک منحنی بسته‌ای داشته باشید به نام سی، یه دایره یه منحنی بسته‌ای داشته باشید که not passing through any equilibrium، از نقطه تعادلی عبور نمی‌کنه، اما میتونه یه نقطه تعادل یا تعداد نقطه تعادل رو شامل بشه. پس یه منحنی بسته داریم، این ضرورتا لیمیت سایکل نیست. هر منحنی بسته که ما اینجا داشته باشیم که یکی به اصطلاح حالا فرض بکنید که میتونه نقطه تعادل رو شامل بشه، میتونم نشه. ما حالا این منحنی بسته رو توی فضای وکتور فیلدمون که به شکل خوبی با فیس پورتریتون رو تونستیم ترسیم بکنیم، این منحنی بسته رو در واقع در نظر میگیریم. یکی از این منحنی بسته رو در نظر میگیریم. اینجا مثالی هست از اون برای اینکه تجسم داشته باشه، ولی یه مقدار توجه کنید که یه کمی انتزاعی تر از این باید فکر کنید. میگه که حالا اگه از این نقطه، این منحنی بسته نقطه پی اگه در نظر بگیریم، چون منحنی بسته است، بریم بچرخیم برگردیم بیایم اینجا، اتفاقی که میفته که میگه که let p traverse in counter clockwise direction، تو مسیر در واقع خلاف عقربه‌های ساعت اگه بچرخیم، ما میتونیم این زاویه وکتور فیلد رو اینجا نگاه کنیم ببینیم چقدر بوده. مثلا فرض بکنید حالا از این نقطه شروع کنیم که راحت تر، اینجا منهای 90 بوده، بعد اینجوری هی زاویه اضافه شده، شده 0، بعد دوباره شده به اضافه 90، بعد دوباره شده مثلا 180 درجه و دوباره برگشته شده به مقدار منهای 90 برگشته و رسیده. این زاویه وکتور فیلد پوانکاره میگه که برای هر منحنی بسته تو وکتور فیلد به مقدار 2 پیکا تغییر میکنه. حالا این 2 پیکا کاش همون عدد یا ایندکس پوانکاره است. میگه این مربوط میشه به اینکه داخل منحنی چه اتفاقی داره میفته. البته میگم اگه ما اینجا یه بار دیگه عرض میکنم، از اینجا شروع کنیم بچرخیم نقطه رو برسیم اینجا، این وکتور فیلد زاویه ها شروع میکنه اضافه شدن یا کم شدن. اگه کا مثبت باشه 2 پی کا، یعنی به اندازه حداقل 360 درجه، به اندازه 2 پی اگه کا 1 باشه، این میچرخه. شما یه دور کامل چرخیدیم، منحنی ها هم داره، این وکتور فیلد هم داره توی این داستان میچرخه. اینجا یه کمی توجه کنید، زوایای وکتور فیلد رو ما حول یک به اصطلاح منحنی داریم پیدا میکنیم. این اون روح اصلی کاری که پوانکاره در واقع به این فضای داینامیکال سیستم دمیده. خب حالا با این توجه اگر نگاه بکنیم، میاد میگه که ما میگه که این اینتجری که ما تو این دو پیکا داریم، این اینتجر اسمش رو میذاریم پوانکاره ایندکس و این پوانکاره ایندکس مربوط به این منحنی بسته است. اگر سی chosen to encircle a single isolated equilibrium point then k is called the index of p. میگه اگه فرض کنیم منحنی یه نقطه تعادل رو، فقط یه نقطه تعادل داشت، نه تنها این اندیس مربوط به این منحنی بسته است، این اندیس مربوط به این نقطه تعادل هم هست. حالا برای اینکه تو ذهنتون باشه، فرض که یه نقطه تعادل داریم، یه دایره کوچیکی دورش پیچیدیم، این دایره کوچیک میگه این چقدر میپیچه، چقدر زاویه خواهد داشت، آیا زاویهش به جهت عقربه‌های ساعت به صورت کلاکوایز، کانتر کلاکوایز، کانتر کلاکوایز، همون زاویه به اصطلاح رادیان یا زاویه معمولیه که ما زاویه مثلثاتی که در نظر میگیریم. و قضیه که پوانکاره یا لمی که پوانکاره بیان میکنه خیلی نسبتاً هم ساده است، این اثباتش خیلی پیچیده نیست. میگه که خیلی راحت میشه دید اگر این نقطه تعادلی که داخل این مرکز، این منحنی بسته است، اگر این
نود باشه، فوکس باشه یا سنتر باشه، از نوع از پنج حالت، از اون شش حالتی که ما بلد بودیم، پنج حالتش این کام مثبت یکه. و اینجا شما کاملا میبینید اینجا یه نود داریم، توی این منحنی فقط این حالت رو نگرفته. اگه یه نود داشته باشیم یا یه فوکس داشته باشیم یا یه سنتر داشته باشیم فرق نمیکنه. این منحنی بسته زاویه که اینجا میپیچه به اندازه دو پیکا خواهد بود، به اندازه کاملا مثبت خواهد. اما اگه ساتل پوینت باشه زاویه برمیگرده میشه منای دو پیکا. پس ساتل از یه جنس دیگه ایه، قبلا هم دیدیم نسبت به بقیه. این نود و فوکس مهم نیست پایدار یا ناپایدار باشن، هر مدلی باشن این اتفاق میفته. جالبتر از اینجا اینه، میگه حالا فرض بکنید که این منحنی بسته‌ای که داریم یه لیمیت سایکل رو، یه کلوزد اوربیت رو در واقع در نظر میگیریم و میپیچونه. یه در واقع حول یک لیمیت سایکل حالا اومدیم یه دایره بستیم. اندیس این لیمیت سایکل چیه؟ یعنی چقدر زاویه میپیچه؟ باز میگه مثل نود میمونه، مساوی با دو پیکا، کاش مساوی با یکه، اندیسش یک هست. و میگه که اگر هیچ این منحنی بسته هیچ نقطه تعادل یا هیچ لیمیت سایکلی رو در بر نگیره، درسته این زاویه داره تغییر میکنه ولی یه جاهای اضافه میشه یه جای کم میشه و مقدارش چی خواهد بود؟ مساوی با صفر میشه. اگه شما این نقطه رو در نظر نگیرید، یه جای اینجا رو در نظر بگیرید، در واقع توی مسیر اینا همدیگر رو خونسا میکنن زوایاش و این مقدارش مساوی با صفر میشه. که آخرین قضیه که وجود داره که خیلی هم مهم هست، ما رو تبدیل نزدیک میکنه به قضیه پوانکاره، این هستش که حالا اگه فرض کنیم منحنی بسته شما چند تا نقطه تعادل توش داشته باشه، سه تا گره داشته باشه، دو تا نمیدونم فوکس داشته باشه، اندیسا با هم جمع میشن توی این و اندیسای مثبت و اندیسای منفی هم دیگر چیکار میکنن؟ یه جوری خنسا میکنن. یعنی ما اگر یه دونه سدل پوینت داشته باشیم، یه دونه گره داشته باشیم توی یه دونه منحنی بسته که این دوتا رو شامل میشه، این زوایا هم دیگر خنسا میکنن، مثل اینه که هیچی نداریم، صفر میشه زاویه‌اش، پیچشش صفر میشه. توجه کنید که اینجا پوانکار اوربیت یا پوانکار ایندکس در واقع این جهت فکتور فیلد رو روی یک منحنی بسته داره پیش بینی میکنه که منحنی بسته ضرورتا لیمیت سایکل است، یه منحنی بسته توی فضای کاریمون هست. روشنه تا اینجا بچه‌ها؟ خب خیلی جالبه. حالا اگر این اتفاق بیفته خواهش میکنم همراهی کنید، سوال کنید. اولین قضیه و اولین کورولاری رو میتونیم اینجا بیاریم. ببخشید آقای دکتر. سلام. پس این کا همیشه با توجه به تعداد نقاط تعادلی که داخل و منحنی میفته باید حساب بشه، درسته؟ ابتدا تعریفش اینه که شما زاویه رو جمع بکن، ولی این لم به شما میگه که اگر خب خیلی سخته این زاویه رو، اصلا تجسمش هم سخته این زاویه، اما چجوری با هم جمع بکنیم بشه دو پیکا. تعریفش بر اساس زاویه است، بر اساس نقطه تعادل نیست. ولی قضیه بهت میگه چجوری این کار رو به دست بیار. میگه که این پوانکار ایندکس رو اینجوری به دست بیار که اگه یه دونه نقطه فوکس یا نود این تو بود، این زاویه دو پیکا، این چرخی در واقع به اصطلاح کامل مساوی با یک. من ببخشید عذرخواهی میکنم، یه چیزی خیلی نامفهوم یادمه، میخوام ببینم این ربطی به اون داره یا نه، یعنی میتونه تعمیمی باشه. تو سیستم‌های خطی ما وقتی نای کویس میکشیدیم اون اول راه هم یه همچین محاسباتی رو انجام میدادیم، یادم نمیاد دقیقا، مثلا میمدیم گفتیم دو پی یا چهار پی میچرخه تو صفحه فاز، میتونه این تعمیم اون باشه برای سیستم‌های غیر خطی یا نه اصلا ربطی نداره؟ خودت چی فکر میکنی فاطمه؟ خودم فکر میکنم یه ربطی داره. پس بگر ربطشو پیدا کن. کسی جواب داره؟ کسی میتونه کمک بکنه؟ خب خیلی ممنون سوال کردی. ممنون از شما، مرسی. کسی میتونه ارتباط پیدا بکنه با این؟ ببینید میگن که هر گردی گردو نیست. شما تو منحنی کونای کویست کجا داری کار میکنی؟ تو فضای فرکانسی داری کار میکنی و در واقع بحثی که تو نای کویست وجود داره که اونجا هم بسیار عمیقه و خیلی خیلی جا، من تو درس کنترل خطی کل اونجا صفا میکنم اینو وقتی میگم، اونجا در واقع principle of argumentه، اونم چرخش رو داره میگه، اما چرخش تو فضای فرکانسیه،
ما اینجا تو فاز فرکانسی نیستیم. چرا نیستیم فاطمه؟ میدونی چرا تو فاز فرکانسی نمیتونیم باشیم؟ نه نمیدونم. آخه اونو میدونم خطی بود، فقط تفاوتشو اینو میدونم خیلی واضح، ولی خب فیس پورتریت برای که تو سیستم های غیر خطی شما فرق فضل فرکانسی یا فوریست لاپلاسه، اصلا برای سیستم های غیر خطی لاپلاس تعریف میشه. نه دیگه تو خطیم، پس اصلا تو فضل فرکانسی هم نیستیم. و باید توجه کن هر گردی گردونیست. در این حال، در این حال شما یه چیزی داریم توی وقتی تو ریاضیات وارد میشیم. ما تو فضل فرکانسی که وارد میشیم آنالیزه کامپلکس رو در واقع داریم، منحنی ها منحنی های کامپلکس هن. یعنی تو فضای مهمی داریم کار، اونجا هم چرخش معنی پیدا میکنه، قضیه کشی وجود داره، قضیه مشابه این داره که اتفاقا اونها هم برمیگرده به سالهایی که پوانکاره داشته کار میکرده. اما اینجا ما تو منحنی زمانی هستیم و این دوتا با هم متفاوته و ولی در واقع یه جورایی به هم شبیهه. عرض میکنم هم گردی گردو نیست و خب گردو خیلی مغز گردو خیلی جذاب آره و صبحانه به خصوص قبل از کلاس و غیره خطی کمی نون و پنیر گردو بخوریم فسفورا کار کنه خلاص. یعنی میتونیم عرضم این بود میتونه تعمیمی باشه، میتونه تعمیم میفرمیم ارزم این بود میتونه تعمیمی باشه یا نه اصلا؟ اصلا نه، اصلا به هم مرتبط نیست. یعنی شما در واقع جاهایی که ما تعمیم میدیم رو اجازه بدید جلو تعمیم میدیم. جایی ما میتونیم از فاز زمانی به فرکانسی بریم، فصل چهارمون هست که کل سیستم خطی باشه، یه ترم غیر خطی داشته باشه. اینجا ولی اصلا رفتار رفتار غیر خطیه، یعنی ما به هیچ وجه این رو دنبال نمیکنیم. خیلی متشکرم. آفرین، برخی از بچه ها جواب دادن. خواهش میکنم ورود پیدا کنید. من به اصطلاح و این برای به نفع شما دو تا مسئله داره. اولا که مطالب بهتر جا میفته، دوم که سرعت من کمتر میشه. هرچی سرعت من کمتر بشه امیدوارم که مطالبی که دریافت میکنید بیشتر بشه. خب از قضیه پوانکاره، از تعریف پوانکاره ایندکس ما میرسیم به اولین قضیه‌ای که مربوط میشه به یه جوری اگزیستنس پریودیک اوربیت، یا بگیم رابطه بین به اصطلاح یک منحنی بسته، یک لیمیت سایکل و نقاط تعادل اون. قضیه کرونه 2.1 میگه که اینساید انی پریودیک اوربیت، اگه اجازه بدید من به انگلیسی میخونم و ترجمه میکنم که با هم تعقیب بکنیم. میگه inside any periodic orbit گاما، میگه یه پریودیک اوربیت گاما در نظر بگیرید، there must be at least one equilibrium point. میگه نمیشه equilibrium point نداشته باشه. چرا؟ از همون قضیه پوانکاره ایندکس میگه، درسته؟ اونجا اگه میخواد یه منحنی کامل به چرخه، دو پیکا به چرخه، داخلش باید حتما یه نقطه تعادل باشه. خیلی راحت از لیم قبلی در میاد. اما ممکنه بیشتر از یه نقطه تعادل داشته باشه. Suppose the equilibrium point inside gamma are hyperbolic. Hyperbolic هم تعریف کردیم. Hyperbolic نقطه تعادلی هستند که به اصطلاح رو محور جی اومگا چیز نداشته باشه. حالت سنتر و اینا نباشن. دقیقا نود باشن، فوکس باشن، سدل باشن، ولی رو محور نباشن، چون رو محور حالتشون یک کمی متفاوته که جلوتر تو بایفرکشن اینو مطرح میکنه. بنابراین فرض کنید که یه تعداد اکویبریم پوینت داشته باشیم داخل این که اینها به اصطلاح هایپربولیکن. Then if n is the number of node and foci، میگه حالا مثبت ها رو با هم جمع بکن، نود و فوکای ها رو جمع کن. سنتر هم اینجا نیورده. چرا سنتر رو نیورده؟ چون هایپربولیک نیست سنتر. میگه نود و فوکای رو با هم جمع بکن، اسمشو بذار n، سدلا رو هم با هم جمع بکن، اسمشو بذار s، اون n نود، این s سدله. میگه n منای s باید یک باشه داخل این. n منای s حداقل it must be، میگه که the number of saddle it must be than n منای s مساوی با یک. میگه اگه یه دونه منحنی بسته دارین، اون وقت اگه یه دونه سدل توش وجود داره، اگه s یک باشه، n باید چند باشه؟ باید دو باشه. یعنی اگر ما بیش از یه نقطه تعادل داخل یه دونه اوربیت داشته باشیم، این بیش از یه دونه به این شکل میتونه که باشه، یه سدل باشه، یه سدل یه نود رو هضم میکنه، یه دونه باقی میمونه، مثل که مثبت و منفی یک. باز این با پوانکاره ایندکسمون جمع میشه. نگاه کنید دو تا n داریم،
کامون در واقع دو تا نود داریم، کامون بوده دو، یه دونه صدل داریم، یه دونه منهای یک، دوی منهای یک میشه یک، یک یعنی یه دور کامل میپیچه و این یعنی که یه دونه به اصطلاح لیمیت سایکل داریم. اینجا نگاه کن این شکل خیلی قشنگ داره نشون میده، این سبزا در واقع گرن نودن و این صدل معلومه، میبینید از ظاهرش کاملا معلومه میاد نزدیک میشه و میره صدل. میگه اگه هول اینو نگاه کن، اگه اینجا باشه اینجا میتونیم منحنی بسته داشته باشیم، اینجا میتونیم یه لیمیت سایکل داشته باشیم، اما اگه این لیمیت سایکل بخواد این رو هم در بر بگیره، چون این داره همگرا میشه این داره واگرا میشه، اینجوری نیست که بیاد اینجا دور بزنه، این حتما باید یه نقطه تعادل دیگه هم وجود داشته باشه، انش دو باشه استش یک باشه که این منحنی بسته داشته باشه. برای اگه من اینجا بیام بگردم، اگه بخوام اینجا بخوام نقطه تعادل پیدا کنم، اینجا لیمیت سایکل پیدا کنم، اینجا n صفره، برای لیمیت سایکل هم وجود نداره. عملا عدم وجود رو نشون میده یا شرایط وجود رو به شما نشون میده و از اون مهمتر اینه که ارتباط بین اینها رو نشون میده. خیلی ساده، یا لیمیت سایکل یه دونه نود یا فوکای باید دور بزنه، مهم نیست پایدار یا ناپایدار، اصلا فراموش کنه کاری به اون نداشته باشه، حتما باید یه نقطه تعادل داخلش باشه، این دایره این لیمیت سایکل ما یه مرکزی باید داشته باشه. اگر تعداد بیشتر از یکی بود حتما باید سادل پوینت باشه، یعنی نمیتونه دو تا رو شامل بشه، نمیتونه دو تا اینو شامل بشه، دو تا نقطه داشتیم یه لیمیت سایکل که هر دو اینو شامل بشه نمیتونه باشه، حتما باید سه تا باشه، یه دونه سادل دو تا نود که بتونه این کارو انجام بده. خب مثال میزنیم اینجا، روشنه؟ خیلی سخت نیست، نه داریم کم کم عمیق‌تر میشیم، زیباتر میشه داستان. یه سیستمی مثال زدیم اینجا، غیر خطیه، دو تا ترم غیر خطی داره، دو تا نقطه تعادل هم داره، مخصوصا یه جوری طراحی کردم اینو که دو تا نقطه تعادل داشته باشه، نقطه اول تعادلش مبدأ، نقطه تعادل دومش یک و یکه، و این کار رو شما با این فیس پورتریت که الان خوب آشنا شد، خیلی هم خوب دوستان به من فیدبک های خیلی خوبی دادن و انشالله امروز هم ددلاین این تکلیف هر تکلیفی که یعنی ریسرچی که من خدمتون دادم، اگه اینا رو در نظر بگیرید یه دونه صفر و صفر داریم، یک و یک داریم. ما این دوتا رو میتونیم با استفاده از روش خطی سازی بیایم ژاکوبیانش رو ببینیم چه جوری هست. اگر از این ژاکوبیان بگیم هول صفر و صفر، مشتق گیری کنیم صفر و صفر قرار بدیم، یک و یک قرار بدیم، این حالت حالتیه که صفر و صفر رو میگه صدل، شبیه اینه صدل، و یک و یکش فوکسه، دو سومی رو نداره، یه دونه این داره یه دونه. بنابراین لیمیت سایکل ما ممکنه این سیستم لیمیت سایکل داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی اون لیمیت سایکلی اگر وجود داشته باشه تنها جایی که این نقطه یک و یک رو پوشش بده، این که یه منطقه بشه که هم صفر و صفر و یک و یک رو داشته باشین، دیگه لیمیت سایکل توش وجود نداره. چرا؟ چون برخلاف این منای اسم سبایی یکی باید حتما دو تا گره باشه یه دونه صدل تا بتونه این اتفاق بیفته. ممکنه لیمیت سایکل داشته باشه، اما لیمیت سایکل هولوهوشه، فقط نقطه استیبل فوکسش که یک و یک هست، ولی ممکنم اصلا نداشته باشه. قضایامون یه طرفه هست و نمیتونیم قطعا اینجا صحبت بکنیم. یه کمی پیش بریم، در واقع بندیکسون میاد یه کمی کمک میکنه به این پوانکاره و یه مقداری عمیق‌تر همون محورها و جهتها رو نمایش میده. بیان میگه که خواهش میکنم اینم خوب دقت بکنید و بیان بکنید. میگه که ما یه منطقه رو در نظر بگیریم که بین دو تا منحنی بسته است، دو تا سیمپل کلوز کروه. حالا سیمپل کلوز کروه یعنی در واقع از نقطه تعادل عبور نمی کنن، دقیقا یه منحنی بسته هستن که simply connected set هستن، به لحاظ ریاضی معنی پیدا. ولی من خیلی ساده دوتا دایره کشتم، یه دایره اول D1، یه دایره دوم D2، ببخشید دستم خورد، یه دایره اول D1، یه دایره دوم D2، و منطقه بین اینها رو که اینجا در واقع کشیده شده رو در نظر بگیریم. منطقه بین اینها رو میخوام دارم، اونجا فقط یه دایره بود، حالا اینجا دوتا دایره است، یه دایره داخلی یا نه دایره بگیم، یه مجموعه
کلوز اوربیت یا یه کلوز کرو دی یک داریم، یه کلوز دی دو داریم. میخوام ببینم آیا اینجا یه لیمیت سایکل وجود داره یا نداره، ممکنه وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه. وکتور فیلد هم داریم توی این سیستم. ما در واقع جهت‌های حرکت سیستم رو هم با وکتور فیلد میتونیم در واقع داشته باشیم. میگه که خب حالا اینا رو که در نظر میگیرین، at each point دی یک و دی دو the vector field F points toward the interior of R. میگه شرط اولمون اینه، میگه اگر اینجا بیان وکتور فیلد رو نگاه کنیم، وکتور فیلدمون outward باره، به سمت داخل R وکتور فیلد ها به سمت بیرون باشه. اگه این یکی دایره رو میگیریم، وکتور فیلد ها به سمت داخل باشه. باز خوب توجه کنید، وکتور فیلد چیزی بود که شیب تراجکتوری ها و پاسخمون رو داشت میداد. یه دایره داخلی داریم یا یه منطقه دایره داریم، از این داره خارج میشه، یه منطقه بیرونی داریم، از این داره به این داره وارد میشه، داخل میشه. برای ما یه استریپ داریم، یه منطقه داریم که از داخلش تراجکتوری ها دارن میرن بیرون، از خارجش دارن میان تو. پس اینجا یه اتفاقی باید بیفته، یا نقطه سینگولار پوینت داره یا نداره. اگه سینگولار پوینت هم اینجا وجود نداشته باشه، اگه اکویلیبریم پوینت هم این وسط نداشته باشه، حتما یه لیمیت سایکل داره. Then the system trick has a periodic orbit lying inside R. میگه وجود داره و اینو میتونیم پیدا بکنیم. و با کوچیک کردن این دی یک و دی دو میتونیم در واقع با تغییر دادن شکلشون میتونیم شکل اینو چیکار کنیم؟ تغییر بزنیم. دوباره عرض میکنم، قضیه پوانکار بندیکسون به این شکلی که شکل معمولش هست، میاد میگه که دو تا منحنی بسته در نظر بگیرید، منطقه داخلش رو آر قرار بدید، اینو اسمش رو بذارید دی یک، اینو بذارید دی دو. اگر وکتور فیلد دی یک آوتوارد باشه، به سمت بیرون باشه، وکتور فیلد دی دو اینوارد باشه، به سمت داخل باشه، و هیچ نقطه تعادل اینجا وجود نداشته باشه، حتما یه دونه سایکل داره. خب مثال بزنیم و این خیلی جالبه. مثالی که میزنیم اینجا x dot مساوی منهای y به اضافه x در یک منهای r2 هست، y dot x به اضافه y یک منهای r2 هست. از همون فرمولیشنی که اول جلسه نشون دادم، اینو به فرم قطبی میتونیم تبدیل کنیم. ولی من نمیخوام از فرم قطبی رو درارم، میخوام از فرم قطبی رو استخراج، میخوام این قضیه رو ببینم. میگه که شما یک منهای r2، خلاصش خیلی ساده اینجا معلوم، یک منهای r2 r مساوی با 1 باشه، این r مساوی با 1 خلاصه اینجا یه لیمیت سایکل میشه فهمید کاملا. ولی من به این کاری ندارم، میگم r رو کوچیکتر از 1 فرض کن، فرض کن بگیر نیم، یا بزرگتر فرض کن بگیر 1.5. یه بار r رو بگیر 1.5، یه بار r هم بگیر نیم، فقط کافیه دی 1 و دی 2 یکیش کوچیکتر از 1 باشه، یکیش بزرگتر از 1 باشه. حالا اگر اینو اینجوری در نظر بگیرید، خیلی ساده و خیلی روشن از این رابطه میشه فهمید، از این رابطه میشه راحت فهمید. اگر R بزرگتر از 1 باشه، R مساوی با 1.5 بزرگتر از 1 باشه، اگه بزرگتر از 1 باشه، این ترم بزرگتر از 0 خواهد بود، ضرب در R میشه R داد. این ترم 1.5 اگر Rمون بزرگتر از یک باشه، آر دو منهای یک، این عدد منفی میشه، در آر ضرب میشه، آردات ما در واقع منفی خواهد بود. آردات منفی یعنی چی؟ آر داریم تو این دایره، آرداتمون منفیه، یعنی تراجکتوری داره به سمت داخل، به سمت اینوارد حرکت میکنه. آردات منفی یعنی اگر نیم رو در نظر بگیرید، آرداد مساوی با چی میشه؟ اینجا آرداد این نیم باشه، یک منهای مثبت، آرد سمت بیرون داره میره. دقیقا قضیه پوانکار بندیکسون داره به اصطلاح محقق میشه. رو دایره نیم خارج میشه، رو دایره یک و نیم داخل میشه. حتما روی یه جای اون وسط باید در واقع لیمیت سایکل داشته باشیم، که لیمیت سایکل هم دقیقا تو آر مساوی با یک. حالا اینجا باز ما با استفاده از قطبی تونستیم راحت آردات رو پیدا کنیم، اما واقعا اگر این مثلا حالا یک منا ایکس دو نبود، چیز پیچیده تر بود، چی کار میکردیم؟ چجور ما میتونیم بیایم این اینوارد و آوتوارد بودن رو پیدا بکنیم؟ این اینوارد و آوتوارد بودن رو در واقع به یه نوعی به اصطلاح با قضیه
بعدی که حالا جلوتر پیش میگیریم صحبت خواهیم کرد. قضیه پوانکار بندیکسون کرایتریا لمی هست، اینجا در واقع قضیه پوانکار بندیکسون تئورم هست، اینجا در واقع کرایتریون رو در نظر بگیر. میگه سیستم اکستات، سیستم دو بعدی رو در نظر بگیر، فرض بکن ام بی ا کلوز باوندد سابست اف د پلین ساچ دت، میگه که یه منطقه رو در نظر بگیر که با ام باشه، ام کانتینز نو اکویلیبریم پوینت، فرض کن منطقه هیچ اکویلیبریم پوینتی نداشته باشه، اور کانتینز اونلی وان اکویلیبریم پوینت ساچ دت د جاکوبیان ماتریکس روند اف بر روند اکس ات دیس پوینت هاز آیگن والیو بی د پوزتیو ریئل پارت، میگه این منطقه ام یا نقطه تعادل نداشته باشه یا اگر داره این نقطه تعادل ناپایدار باشه، در واقع وقتی میگه که جاکوبیانش آیگن والیو پوزتیو ریئل پارت داشته باشه ناپایدار باشه. فرض کنید امی داریم، ام داخل یه منطقه داریم یا داخل نقطه تعادلی وجود نداره، یه نقطه تعادلی که وجود داره چیه؟ ناپایدار. Every trajectory، حالا این منطقه علاوه بر که این وجود داره یه خصوصیت پایا بودن هم داره، یه ستی، یه مجموعه ایه. Every trajectory starting in M stays in M for all future time. ما نگاه میکنیم ببینیم که trajectory رو که تو اینی از این خارج نمیشه. بنابراین این یعنی چی؟ اگر نقطه تعادل نداره یا نقطه تعادلش ناپایداره نمیتونه جذاب جاذب این تراجکتوری همون باشه. پس باید چی داشته باشه؟ حتما توی منطقه باید یه دونه لیمیت سایکل یا پرید اوربیت داشته باشه. دم ام کانتینز پرید اوربیت. این دقیقاً همین خزای باند رو داره میگه. فقط به جایی که اینو در نظر بگیره فرض میکنه که bound the trajectory in the plane will converge to a periodic orbit or an equilibrium point. If the equilibrium point is unstable as stated in the lemma, اگر این ناپایدار باشه then by using a circular on the at the vicinity of that the vector field is outward and the Poincaré Bendixson theorem. از کجا ما اینو در میاریم؟ میگه که فرض کنید که یه نقطه تعادل داریم ناپایدار، یا اصلا نقطه تعادل نداریم یه نقطه تعادل داریم که پایدار، به جای که دو تا دایره بگیریم یه دونه دایره حول این بگیریم، میگه که این نقطه تعادل ناپایدار، درسته یه نقطه که یه دونه دایره خیلی کوچیک حول این بگیریم اگه ناپایدار باشه تراجکتوری از این خارج میشن، یعنی آوتواردن، یه دونه دایره خیلی بزرگم بگیر از اون در واقع اگه این آوتوارد هستن و توی این منطقه ام باقی میمونن، بنابراین حتما یه نقطه یه دونه لیمیت سایکل توی این داستان وجود داره. قضیه پوانکار بندیکسون یا لمش به شما مستقیما نمیگه چیکار داریم میکنیم، ولی در واقع یه ابزار رو به شما میده که این ابزار بسیار مهمه و این ابزار جهت وکتور فیلد. فاطمه و سایر دوستانی که حواسشون بود و سوال میکردن اینجا باید این سوال از من بکنن، این اینوارد و آوتوارد چجوری به دست میاریم؟ خیلی ساده میگه اینوارد و آوتوارد رو میایم یه چیزایی خلاصه یه منحنی عمود بر تراجکتوریا داریم پیدا میکنیم، اینوارد یا آوتوارد، به جای اینکه تو هول زمان بشینیم و بخوایم بچرخیم ببینیم چه اتفاقی میفته، به جای اینکه تراجکتوریا رو بتونیم بر حسب زمان به شکل مستقیم به دست بیاریم، ما اینجا خیلی سخته تو سیستم ها غیر خطی پاسخ سیستم ها در آوردن، یه جوری رفت داره عمود برونشون رو پیدا میکنیم. خود وکتور فیلد مماس رو نشون میداد. چیزی که عمود بر وکتور فیلد میتونه بشه و این اینوارد آتوارد نشون بده با یک منحنی بسته به نام وی ایکس مساوی با سی در واقع در میاد. صدامو آرام کردم، توجهتون رو جلب میکنم، داری وارد داستان قشنگی میشه بسیار بسیار مرتبط با قضیه لیاپونوف، اما هیچ صحبتی از قضیه لیاپونوف الان نمی کنه. ما میگیم که منحنی بسته رو در نظر بگیرید، وی اکس مساوی با سی، وی یه تابع کانتینیوسلی دیفرنشیبل، یه تابع کانتینیوسلی دیفرنشیبل مساوی با سی، وی اکس مساوی با سی، یه منحنی که وی اکس مساوی با مثلا اکس یک به توان دو به اضافه اکس دو به توان دو مساوی با یک، یه دایره مساوی با چهار، یه دایره با شعاع دو مساوی با دو، یه دایره با شعاع رادیکال دو، یه منحنی بسته رو در نظر بگیر که x.1 به اضافه x.2 مثلا مساوی با c باشه. میگه یه منحنی، حالا این میتونه یه بیزی باشه، یه دایره باشه، میتونه یه پولینومیال باشه، چند تا هر چی دلتون میخواد، میتونه یه شکل عجیب و غریبی داشته باشه و غیره.
Vx مساوی با c. خوب توجه کنید، همه مقادیر این تابع v مقدارشون یکی هست. وقتی همه این مقادیر تابع مقدارشون یکیه، حالا میگه the vector field fx at point x on the curve is inward. این منحنی داریم، این منحنی بسته است. چه موقع این inwarde، چه موقع این به سمت داخل خواهد بود وکتور فیلد ها؟ موقعی که گرادیان این دوتا رو در هم ضرب برداری بکنیم مقدارش منفی بشه. میگه fx رو در گرادیان v اگه ضرب بکنیم منفی شد، اینا به سمت inward در. و این از قضیه از مشتق گیری along trajectory در میاد. یعنی اگه v رو مشتق بگیریم حول این trajectory در بیاریم، میشه fx ضرب در گرادیان vx. یا در واقع یه جورایی این عمود برهم رو داره نشون میده، منحنی برهم رو نشون میده. برای این وارد اگه میخوام حرف بزنیم یادمون نره، این وارد یعنی fx ضرب در گرادیان vx منفی بشه. آوت وارد یعنی چی؟ fx ضرب در گرادیان vx باید چی بشه؟ مثبت بشه. اینا دو تا بردارن، ضرب برداری داریم انجام میدیم، یعنی یا گرادیان V ترانسپوز ضرب در F اینجوری در نظر بگیر، اگه به صورت ماتریسی در نظر بگیر، یا به صورت برداری، چون اینا دو تا بردارن. روند V به روند X1 ضرب در F1 به اضافه روند X ضرب در F2. اگه این منفی شد، نگاتیو بود، اینواردن داخل میشه، اگر مثبت بود خارج میشه. بنابراین این به این شکل ما این وارد آوت وارد رو میتونیم در آوریم. اینو میشه محاسبه کرد برای سیستم. کافیه دایره بکشیم، دایره رو با چی بکشیم؟ با یه وی ایکسی که وی ایکس ما هست، ایکس یک به تمام دو به اضافه ایکس دو به تمام دو مساوی با شعاع این دایره، یک نیمه، یک و نیمه، هرچی که مد نظر. و با این ترتیب ما میتونیم اینو به دست بیاریم. حالا میگه then for a set m مساوی با وی ایکس کوچکتر مساوی، اگه منحنی رو گرفتی و دیدی همه چی داره این وارد میشه، اگر این شرط برقرار بود، بنابراین این مجموعه نقاطی که وی ایکس کوچکتر یا مساوی این منحنی بسته رو در نظر بگیر، کل نقاطی که داخل اینه، ان سی بزرگتر از صفر باشه، اگر سی بزرگتر از صفر باشه، تراجکتوری آر ترپد اینساید، میگه این منحنی در نظر بگیر، یه مجموعه بسته رو در نظر بگیر مثل ام که اینا تو همه نقاط مرز این وی ایکسش مساوی با سی ثابته، و گرادیان F ضرب گرادیان V ضرب در F یا گرادیان V ترانسپوز ضرب در F منفی، همه چی به سمت داخله و من تراجکتوری داره میاد داخل، اینجا هم همه ثابته، پس از اینجا خارج نمیشه. این مجموعه یک مجموعه پایاست، یه مجموعه که در واقع تراجکتوری داخل خودش باقی میمونه. وقتی باقی موند، اگه نقطه تعادل مرکز داشت که ناپایدار بود، بنابراین علم سایکل داریم. خیلی ساده از قضیه پوپانکاره میشین و فهمید، همین قضیه قبلی به ما میده. اینجا به شما ابزار میده، ابزاری که دیگه همینجوری با شعاعی قطبی و نمیدونم به دست آوردن پاسخ نیست، روش تحلیلی نیست، روش میتونه روش کاملا عددی باشه. شما بیا گرادیان رو رسم بکن، این گرادیان ها رو که رسم میکنی اینا اینوارده، اینا آتوارده، برای شما میتونی وسط این رو پیدا بکنی که چه اتفاق میفته. این مجموعه ست ام میتونه مجموعه ای داشته باشه، سیمپلی کانکتد ست باشه، داخل داشته باشه، خارج داشته باشه، مهم اینه که تو داخلش وی ایکس مساوی با سی باشه، مقدار ثابت باشه، یه سرفس باشه، یه منحنی بسته باشه، وی ایکس مساوی خارجیش هم همینجور، وی ایکس مساوی با یه سی دیگه ای که هم سی یک و هم سی دو بزرگتر از صفرن، و این خصوصیت میتونه براش برقرار بشه. معکوسش هم وجود داره. معکوسش یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا این منحنی بسته به سمت داخل منحنی نمیره، داره خارج میره، از این داره همه چی خارج میشه، بنابراین این همگرایی توش نداره، واگرایی داره توی این داستان. مثال بزن. مفاهیم بسیار بسیار عمیق. اینجا آدم میفهمه که پوانکار چیکار کرده. سلام استاد. بگو عزیزم. استاد ببخشید، با توجه به اینکه مثلا سیستم غیر خطیه، ما میتونیم یه وی رد اشتباه بگیریم که همش دنبار صداد نباشه؟ یه کمی قطع و وصل شد صداد، من متوجه نشدم، یه بار دیگه سوال تو طرح بکنیم ممنون میشم. اگه اجازه بدید من فکر کنم اینترنت هم یه مقدار ضعیف باشه کنم براتون سوالمو.
ممکنه وی رو انقدر اشتباه بگیریم که لبه داخل نباشه. یعنی چی لبه داخل نباشه؟ منظور چیه؟ منظورم اینه که ما گفتیم که اگه مثلا از داخل ما رو به بیرون داریم ولی یه ویو پیدا کنیم که مثلا رو به داخل باشه، ما قطعا اون وقت یه لیمیت سایکل داریم. ولی ممکنه مثلا ما یه وی اشتباهی رو بگیریم که اون وی هم رو به داخل نباشه. یعنی این ما بعد اینقدر بگردیم که یه وی خوب پیدا کنیم دیگه. آفرین، خیلی خیلی عالی، آفرین به، خیلی خیلی سوال جالبیه این. قضیه یعنی این، حالا من ریاضیشو میگم، قضیه یعنی این که آیا این قضیه دو طرفه است، یعنی ایف اند ایفه؟ نه، قضیه یه طرفه است. میگه اگه وی رو پیدا کردی که این وارده، مطمئنا این تو لیمیت سایکله. حالا اگه وی یه جایش این وارد بود یه جایش آت وارد بود چی؟ نه نه نه، نمیتونی بگی که لیمیت سایکل نداره، معکوسش برقرار نیست. اگر پیدا کردی این وارد، قطعا این خصوصیت بهش برقرار. ببینید بچه ها، اینجا من نمیتونم توصیف کنم، یعنی زوده یکمی، ولی این قضیه که پوانکاره داره مطرح میکنه با بندیکسون، اهمیتش مثل فوریه میمونه، مثل لاپلاس میمونه تو سیستم‌های خطی. حالا امیدوارم اونو فهمیده باشی. تو سیستم‌های خطی وقتی ما لاپلاس یا فوریه داریم، به جای که تو حوزه زمان کار بکنیم که کار سخت بود، به جای اینکه پاسخ‌های تازه برای سیستم‌های خطی حوزه زمانش خنقدر سخت نبود، قابل دست آوردن بود، ماتریس انتقال حالت میشد در آورد، پاسخو میشد در آورد، خیلی کارو میشد تو سیستم خطی کرد، ولی به هر حال سخت بود. ما به جای اینکه تو حوزه زمان کار کنیم، میرفتیم تو حوزه فرکانس، فقط به خاطر اینکه کانولوشن رو تبدیل کنیم به ضرب، به خاطر اینکه قضیه های مربوط به انرژی رو توش داشته باشیم. حالا اینا مفاهیمیه که پای قضیه است. ما از حوزه زمان میرفتیم تو حوزه فرکانس. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا نمیتونیم بریم تو حوزه فرکانس. اینجا چیکار میکنیم؟ میگه به جای اینکه رو تراجکتوری ها بشینی سر بخوری که کار سختیه، یه کمی بیا عمود کن، اینا رو متوقفشون کن. ببین اگه یه منحنی بکشیم، منحنی این، اگه یه دونه وی ایکس مساوی با سی بگیری، آیا این تراجکتوری داره میره داخل یا داره میاد بیرون؟ به جای که اینو منحنی رو کامل در بیاری که کار خیلی سختیه، به دست آوردن پاسخ اف ایکس خیلی کار سختیه، ولی محاسبه این اصلا کار سختی نیست. یه منحنی دایره بکش، وی ایکس مثل ایکس یک به تواند، بذار ایکس دو به تواند، ببین حالا گرادیان در این ضرب میکنی مثبت یا منفیه، و آرزو کن وی رو انقدر بگرد، به قول بهنام انقدر بگرد که این مثبت باشه یا منفی باشه. اگر منفی بود یعنی چی؟ اگه مثبت بود یعنی چی؟ اگه مثبت بود یعنی این داره از این آوتوارد میره بیرون، اگه منفی بود یعنی این داره به سمت داخل، سرعت ها میره بالا یا میاد پایین. استاد درست شد، استاد اگه الان من به جای همگره واگره باشه دیگه، من دیگه لیمت تاکل نداره الان چیزی که من متوجه شدم، یا نه اونم باز با در واگره یا تو این داخل؟ ببین اگه از یه منحنی داخلی واگرا بشه، از یه منحنی خارجی این همگرا بشه، اون وقت یه لیمیت سایکل. قضیه شما دارید صفحه منو میبینید؟ چون شعر من قطع شد، صفحه من دارید میبینید؟ بله بله بله. در واقع این منحنی پوانکار بندیکسون رو ببین، این قضیه اینجا میگه از این اگه خارج بشه، از این داخل بشه، شما در واقع همگرایی دارید، باز حتما همگرایی به سمت لیمیت سایکل دارید، حتما بعد یه اتفاقی به عنوان ایلی سایکل بیفته. اگه این دایره وجود نداشت، یعنی از یه نقطه مبدا شروع کردی، از یه صفر شروع کردی و در واقع اصلا واگره از نقطه از مبدا واگرا بود، از یه جای واگرا و یه نقطه تعادلی داشتی که ناپایدار بود، مثل این قضیه. اینجا میگه این قضیه داره میگه نقطه تعادل ناپایداره، یه منحنی بسته داره که پاسخ‌ها این تو میمونه، پس حتما یه لیمیت سایکل داره. چه موقع یه منحنی بسته داریم که پاسخ‌ها این تو میمونه؟ موقعی که وی ایکسش رو درارید، این عمودا رو درارید، نشون بدید که حتما اینها به سمت این وارده و این به این شکل در میاد. اما کار سخته، به دست آوردن این منحنی کار ساده ای نیست. اما اگه لیمیت سایکل داشته باشه، اگر وجود داشته باشه که ما لیمیت سایکل رو میتونیم با فیس پورتریت دراریم، میتونیم ببینیم که هست و نمیتونیم اثبات بکنه، فیس پورتریت به ما اثبات نمیکنه، اینجا به ما اثبات میده، میگه منحنی در بیا و از این قضیه استفاده کن، حتما اگزیستنسش رو میتونیم وقت به دست بیاریم، اگزیستنس آف پیریود سایکل. اجازه بده من یک کم پیش برم. عرض کردم جلسه امروز از اون حرفایی که من یه حرفی میزنم، شما یه حرفی میشنوید،
بعد باید فکر کنید روش و این فکر رو به یه نتیجه برسونید. من خواهش میکنم اینو ببینید. اینجوری پیش بریم خیلی خوبه، با سوالای شما خیلی آرام پیش میریم، ولی خب خیلی خوب نیست چون زمان زیادی رو هم از دست میدیم. اجازه بدید مطالب جذابتری داریم پیش رو، یه کمی تأمل کنید، خیلی مطالب جذابتری هست. اینجا ما یه نمایشنامه برای شما نوشتیم که تازه شروعشه، تازه داریم معرفی فیگراشو انجام میدیم و اینجا من یه چیزی رو فیگری رو معرفی کردم به نام VX مساوی با C که اینو ما بعداً به عنوان لیاپونوف سرفس معرفی میکنیم، یه تایه منحنی که VXش مثبت هست و مقادیر روی منحنی همه مقدار ثابت هست. مثال هارمونیک اسیلیتور. خب هارمونیک اسیلیتور باش آشنایی، همون سیستم جرم و فنر بدون دمپینگ یا سیستم RLC بدون رزیستنس LC در واقع. یه سیستم خطی داریم کاملا نوسانیه، میدونیم نوسان داره، نمیخوام از پاسخش نوسان رو در، میخوام از این کار انجام بدیم، از این منحنی رو به جای اینکه بریم پاسخ رو دراریم، بریم بشینیم رو منحنی زمانی حرکت کنیم، وایسیم جلوی منحنی ببینیم چه اتفاقی میفته، یه سد ببندی ببینیم آیا آب این پشت این قرار میگیره یا قرار نمیگیره. اینجا نشون میدیم، میگه منحنی ببند خیلی ساده، VX رو بگیر، X1 به تمام دو، X2 به تمام دو، یه دایره در نظر بگیر، یه دونه دایره کوچیک، یه دونه دایره بزرگ، C1 VX هم C1 هم C2 بزرگتره، مثلا X1 به اضافه X2 مساوی با 1، یه دونش 1، یکیش 4، یه دونه با دایره به شما 1، یکی با دایره شما 4. خب حالا اینو اگه در نظر بگیرید هر سی FX مون اینجا خیلی ساده، گرادیان اگه از این بگیرید روند وی به روند X میشه 2 تا XX، 2 تا X1 X.1، 2 تا X2 X.2، اینو میشه در آورد. FX رو در گرادیانش ضرب میکنه، یعنی در واقع عملا از این مشتق بگیرید، این عملا 2 تا XX.1، این معنیش اینه که 2 تا X1 X.1 که X.1 مساوی با X2 هست، 2 تا X2 X.2 که X.2 مساوی با منهای X1 هست و اینا با هم مساوی با 0 میشه، اینا هم یه حذف میکنه. میگه هر دایره در نظر بگیرید توی این هارمونیک اسیلیتور، هر دایره در نظر بگیرید ویداتش 0ه. یا این شرط گرادیانمون چیه؟ شرط گرادیانمون 0ه، یعنی یه منحنی نه واردش میشه نه خارجش میشه، نه این وارد نه آت وارد، حالت خاصه و این خیلی جذابه، نه منفیه نه مثبته، مقدارش 0ه. وقتی 0ه یعنی چی؟ خودش لیم سایکله. آفرین فاطمه، چقدر خوب بود با صدات میشنیدیم این حرفو. خود این منحنی بسته است، نه داخلش میشه نه خارج میشه، خودش لیمیت سایکل. البته لیمیت سایکل نیست، پریودیک اوربیته، سایکل هست ولی لیمیت سایکل نیست، چون اینجا خطیه، چون سیستم خطی این لیمیت سایکل نیست. حالا آیا این یونیکه؟ این تنها لیمیت سایکل ماست؟ نه، این میگه تو هر سی اینو ببندی این مساوی با صفره، این دایره 1 ببینی 0ه، 2 ببینی 0ه، 5 ببینی 0ه، یعنی هر کدوم از اینا یه دونه از منحنی بسته است، ولی اینا لیمیت سایکل نیستن. چرا؟ چون اینا آیزولیتد نیستن، اینا کنار هم پیچیدن. قضیه پاندکار ایندکسون به شما میگه که وجود یک پریودیک اوربیت، ولی یونیکنسشون اثبات نمیکنه. اگر اجازه بدید ادامه میدیم. این قضیه اول، اگزمپل اول که ما بدونیم که پاسخ خود دراریم، عجیبه واقعا. ببینید چی کار کردیم، یه بار دیگه نگاه کنیم. میگیم که به اصطلاح وی رو داریم، ازش وی دات بگیر، یه وی مساوی با ثابت رو به دست بیار، وی دات بگیر، وی گرادیان ضرب در اف، وی دات میشه روند وی به روند ایکس ضرب در ایکس دات، که به جای ایکس دات هم میذاریم اف، روند وی به روند ایکس، اینجا نگاه کنید، روند وی به روند ایکس ضرب در ایکس دات که جای ایکس دات هم میذاریم. میگه از وی مشتق بگیر، اگه مشتقش صفر شد، اگر این وی دات صفر شد، یعنی نه این وارد این نه آت وارد، بنابراین ثابت میمونه. مثال دو، خب existence of periodic orbit. حالا یه مثال دوم، مثال دومو اینجا کمی پیچیده تره، البته باز به فرم قطبیه، ما میتونستیم ببریم اینو تو فرم قطبی رو حل بکنیم،
ولی اجازه بده از قطبی استفاده نکنیم، بیام از تحلیلمون دراریم. یه سیستم داریم x داد یک مثل x1 به اضافه x2 منهای x1 r2 منهای 2x به اضافه x2 منهای x2 r2. حالا این آرداتمون چیه و اینا پیچیده است، چون قبلا اینا ساده بود راحت به یه شکل در میومد، ولی اینجا پیچیده است. این یه نقطه اکویلیبریوم پوینت داره و اکویلیبریوم پوینتش یه دونه داره، اونم تو مبدأ. خب خیلی خوبه، پس ما میتونیم نقطه اکویلیبریوم پوینتش رو بریم تحلیل پایداری بکنیم مطابق با بحثایی که تو خطی انجام دادیم. میام گرادیان میگیریم، گرادیان رو مشتق میگیریم، مقدار دهی میکنیم تو اکویلیبریوم پوینت، این ماتریس ژاکوبیانمون میشه و این ماتریس ژاکوبیانمون متاسفانه یا خوشبختانه نشون میده که نقطه یک به اضافه منهای جی امگا 2 یه دون آنستیبل فوکس داریم. یه سیستم داریم نقطه مبدأش هم آنستیبل فوکسه، این داره واگرا میشه. حالا این واگرایی ممکنه بره تو بی‌نهایت، ممکنم هست به یه لیمیت سایکل ختم بشه. آیا این لیمیت سایکل وجود داره یا نه؟ چک کنیم. پس ما این آوتوارد رو از نقطه مبدأ داریم دیگه، داخلی دایره داخلی لازم نیست درست بکنیم، یه دایره خارجی لازمه درست بکنیم. میام وی ایکس رو میگیریم، ایکس یک به توان دو به اضافه ایکس دو به توان دو، یه دایره میگیریم. ساده ترین منحنی بسته که میتونیم بگیریم اینه، با یه سی که این سی هم بزرگ میگیریم، حالا اینقدر بزرگ میگیریم که ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد میتونیم اینو کوچیک کنیم به قول بهنام، ببینیم که کجا این اتفاق درست میفته. چک میکنیم برای اینکه وی رو بگیریم، باز نگاه کنید روند وی به روند اگزب در اف، مثل اینمون که از این مشتق بگیرید، خیلی ساده است، از این مشتق زمانی بگیرید، میشه 2x1 x.1 برو 2x2 x.2 برو، اینا رو نمیشتیم ساده میکنیم، اینا رو ساده میکنیم، ساده میکنیم اینا. هر وقت ساده شد با فرض اینکه x دات 1 به اضافه x دات 2 مساوی با 3، اینجا میبینی r2 داریم، r2 داریم، r2 داریم، ولی دیگه r2 ساده نیست، اینجا دو تا r2 داریم، منهای 2 r2 بر r2 میشه r4 به اضافه r2. اینا رو اگه ساده کنیم این با این ساده میشه، میشه 3 تا c منهای 2 تا c به قوه 2 که c اینجا به ما عدد میده. خیلی جالبه، ببین c رو که کوچیک کنید، سی رو که کوچیک کنید این ترم هر کوچیک میشه، مثلا نزدیک صفر باشه این دامیننت میشه. سی رو که کوچیک میکنید این مقدار مثبته، یعنی آوتوارد. معلوم هم بود چون نقطه تعادل مبدأمون ناپایدار بود، حتی اگه این ناپایداریش هم چک نمیکردیم اینجا میشد در آورد، نقطه تعادلمون آوتوارد. از اینجا میشه فهمید چرا، چون این مشتقه برای سی های کوچیک مثبته. اما سی رو یه حدی که بزرگ کنید این از این بزرگتر میشه. از چه حدی لازمه بزرگ کنیم؟ میگه از 1.5 بزرگتر باشه. این از اینجا میشه اینو حل کرد معادله رو. مثلا سی رو بذارید 2. میگه از یه حدی که بزرگتر کنه این از این بزرگتر میشه. 1.5 اگه داشته باشیم این میشه 3 تا 1.5 در واقع 4.5، 2 تا 1.5 به قوه 2 2 25 ضرب در 2 میشه 4، دقیقاً مساوی با 0 میشه. کافی یه کمی بزرگتر از اون. تو این نقطه 0 میشه. اگه سی رو یه کمی بزرگتر کنین 2 بذارید در واقع چی میشه؟ این اینوارد میشه. از مبدأ آوتوارد، از یه دایره به شای دو بزرگتر از یک کنیم اینوارد، حتما یه لیمیت سایکل اونجا وجود داره. ولی لیمیت سایکل کجاست؟ باز اون جای حالت خاصشه، جایی که ویداتمون صفر میشه، این مشتق صفر میشه، جایی که سی مساوی با یک کنیم. ما وجود یه لیمیت سایکل رو میتونیم اینجوری پیدا بکنیم بدون اینکه پاسخ این سیستم رو بخوایم حل بکنیم، بدون اینکه لازم باشه تبدیل به قطبیش بکنیم و کارهای اونجوری انجام بدیم. که برای بعضی از مثال ها میشه این مثال رو هم میشه به شکل قطبی تبدیل کرد و در آورد، ولی خیلی از مثال ها رو نمیشه این کار کرد. متوجه شدید بچه ها؟ با استفاده از یه تابع وی که عمود بر منحنی های ما هست میتونیم این کار رو به شکل خوبی انجام بدیم. آخرین قضیه که میخوام اینجا مطرح بکنم، نان اکسیستنس. سعیده سوالی داریم؟ بله بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام عزیزم. یکی این که این فقط برای سیستم های مرتبه دوه، این چیزایی که اثبات کردیم. فصلمون چه فصلیه؟ سیستم مرتبه دوه. بله خودت پاسخ برای... اگه فصل منطقه به اصطلاح این سیستم مرتبه سه بشه، وقتی که یه منحنی نخواهیم داشت، منحنی بسته، چی خواهیم داشت؟ باید یه هایپر، یعنی یه کره باید داشته باشیم، هایپرسفیر داشته باشیم.
خب شاید اونجا منحنی بسته داشته باشیم، توی فضای سه بعدی هم میتونیم منحنی بسته دو بعدی داشته باشیم، یه کرف باشه. چرا من لبخند میزنم؟ برای که کم بیشتر فکر کنی. قطعا میتونیم داشته باشیم، ولی ممکن هم هست جاذب های خندم به خاطر کیاسه دیگه. معلومه ممکنه اترکتیو این در واقع جاذبه عجیب داشته باشیم، استرنج اترکتور داشته باشیم، منحنی های بسته ای که تو منحنی سه بعدی دیگه توجه کنید توی کره شما میگه از این خارج نمیشه، ولی دیگه هیچ ضرورتی نداره که این حتما توی صفحه بمونه. درست میفرمایید. اصلا اونجا مثلا اگر که یه فرض کنید کرو بسته داشته باشیم، اصلا مفهوم داخل و خارج اون کرو خیلی واضح نیست. نمیتونیم فضا رو به دور. آفره. برای اونجا در واقع این مطالب وجود داره. باز توی منحنی سه بعدی، توی فضای سه بعدی و ان بعدی هیچ فرق نکنه. یه منحنی وی ایکس مساوی با سی در نظر بگیرید که وی داتش منفیه، یعنی وی روند وی به روند ایکس ضرب در اف منفیه، یعنی تراجکتوری داره میاد داخل این. اما داخل این اونجا دیگه لیمیت سایکل به این معنا معنی پیدا نمیکنه، یعنی نه اینکه نداره، میتونه داشته باشه، ولی یه کمی از این بزرگتر باید دید. نقطه تعادل ولی اینجور نیست. نقطه تعادل چون هیچ بعدی نداشت، هم برای دو بعدی، هم برای سه بعدی، هم برای چهار بعدی، هم برای ان بعدی معنی پیدا میکنه. و اینو ما در واقع این آنالیز رو ما اکستند میکنیم جزبه تو فصل بعد. اما لیمیت سایکل یا پریدیک اوربیت اصلا برای سیستم های درجه دو معنی پیدا میکنن. و چیزهای دیگه که حالا باقی مونده. بله سعید، سوالی داری بازم؟ یه موضوع دیگه هم این که ما این قضیه پوانکار به نیکسون رو میتونیم برای یه پریودیک اوربیتی استفاده بکنیم که در واقع استیبله. مثلا اگر که آن استیبل باشه خب میتونیم ریورس تایم استفاده بکنیم، ولی سمی استیبل باشه اون وقت چی کار میتونیم بکنیم؟ ما حرفی از استیبل و سمی استیبل زدم. خب آخه وقتی یه چیزی داره یه چیزی رو جذب میکنه، خب انتظار داریم داره تراجکتوری رو جذب میکنه، انتظار داریم خب استیبله دیگه. ما که میدونیم. نه ممکنه اینجا دو تا لیمیت سایکل بود، من گفتم یه دونه لیمیت سایکل اینجا وجود داره. یه بار دیگه نگاه کن، اجازه بده الان مثال میزنیم. نه منظورم اینه که گوش کن توجه کن، ممکنه دو تا داشته باشه، دو تا سمستیبل باز همگرایی توش وجود داشته باشه. درسته، ولی اگر که اصلا استیبل نباشه، مثلا آن استیبل باشه، اصلا این حالتی که فهمودین چون جاذبه ای وجود نداره، دافعه وجود داره اونجا. اونجا چیکار بکنیم؟ اونجا چیکار کنیم؟ اونجا ریورس تایم استفاده میکنیم. اصلا تایم رو واردش نکنی. وقتی راه وارد تایم شدی، مثل اینکه این همه ما حرف زدیم لاپلاس و فوریه گفتیم تو کنترل خطی، بعد بریم دور پاسخ زمانی دراریم. نه این همه من حرف زدم، گرادیان وی ضرب در اف گفتم، توابع سرفس وی ایکس مساوی با سی گفتم. اگه شو بیدو این فضا، بیا توی این فضا. حالا اومدیم توی این فضا، فرض کن که اصلا سوال بسیار سوال خوبیه، ولی یه کمی عمیق‌تر از این حرفایی که ما زدیم. اب نداره بچه با من هستین، میتونید شما تصور کنید سوال چیه. میگه که اگر این نقطه تعادل، همه این مثالایی که زدید یه دونه لیمیت سایکل پایدار داشت، اگه ناپایدار بود چی میشد؟ اینجا توجه کن. ببین لیمیت سایکل ناپایدار، اصلا فرض کن کاملا ناپایدار، سمستیبل هم نه، کاملا ناپایدار، خودش یه پاسخ تراجکتوریه، درسته؟ برای خود این لیمیت سایکل اگر صحبت بکنیم، وی دات باید چی باشه؟ مساوی با صفر باشه. پس از همین میتونیم استفاده کنیم برای یه منحنی خاص. حالا اگر اومدی نگاه کردی دیدی که یه کمی بزرگترش بکنیم وی مثبته، یه کمی باز معکوس از داخل وارد بشیم باز وی مثبته، یه دایره در نظر بگیری، هم این ورش مثبته هم این ورش مثبته، ببخشید این ورش مثبته این ورش منفیه، پس یه جا باید وی مساوی با چی باشه؟ صفر باشه. یعنی باز از همین قضیه میتونی استفاده کنی اکستنشنش، این وارد آتفورد حرفی نداشت، ولی یه قضیه پوانکار به اصطلاح بندیکسون نیست، مفاهیممون برقراره.
میگیم از اینجا داره آوتوارد میشه، از اینجا هم داره اینوارد میشه، یه جای وی باید مساوی با صفر باشه. پس یه چیزی اینجا وجود داره، نقطه تعادل هم نداشته باشه تو این ریجن. ممکنه نقطه تعادل باشه که این داره خارج میشه از دو طرف. اگه نقطه تعادل نداشت، یه نقطه تعادل باد شده باید داشته باشه که نقطه تعادل باد شده رو ما اسمش میذاریم نمیم ساکن. 100% توجه کنید که قضایایی که ما تو اینجا میگیم، من برگردم به مثالهای شما، مفاهیمی که تو ذهنتون شکل میگیره این مفاهیم انتزاعی باید باشه، نباید به شکلها توجه کنید چون شکلها ممکنه شما رو گول بزنه. اما قضایایی که ما میگیم منوط به فرضیاتمونه. ما تمام قضایایی که هنوز البته قضیه زیاد نگفتم، لم و کرول انشاءالله جلسه بعد اینو میگم، ولی در واقع هر چی اینجا داریم توی فضای دو بعدی داریم صحبت میکنیم و به این راحتی شما تو فضای سه بعدی اینا رو نمیتونید در واقع تمرین بکنید. درست، ممنون. بسیار خیلی خوشحالم امروز کلاس خیلی خوبیه، هم 3-4 صفحه بیشتر درس ندادم، هم خیلی چیز یاد گرفتم از شما بچه. بریم جلوتر. قضیه اینجا میگه بندکسون کرایتریا. اینجا بندکسون میاد آب پاکی رو میرزه، میگه پاکاره این همه زحمت کشید و اینها معکوسش رو ثابت کنیم. بازم قضیهمون قضیه لممون لم یک طرفه است. بهنام هستی با ما یک طرفه است، یعنی معکوس این جواب نمیده، یک طرفه در نظر بگیریم. میگه که بندکسون کرایتریا، میگه if on a simply connected region، میگه من منطقه به اصطلاح یا ست یا یک منطقه simply connected رو در نظر بگیرید بسته، توی ریاضی 1 و 2 اینا رو میخوندید که به اصطلاح چه جوری و این حرفا، the expression round f1 به round x1 به اضافه round f2 به round x2 is not identical to zero، میگه این round f1 به round x1 به اضافه round f2 به round x2 صفر نباشه، تغییر علامت هم نده، does not change sign. میگه اگه این صفر نباشه، تغییر علامت هم نده، توی این منطقه همه جای منطقه مثبت باشه، همه جای منطقه منفی باشه، استریکتلی پوزیتیو استریکتلی نگاتیو، صفر هم نشه، این همه مثل که ویداتمون یا حتما مثبت باشه یا حتما منفی باشه، اون وقت اینجا هیچ پریودیک اوربیتی وجود نداره توی منطقه. عجیبه واقعا. چرا؟ این دقیقا این لمه، باز دقیقا از همین قضیه قبلی، از همین به اصطلاح ساختاری که ما استفاده کردیم تبعیت میکنه و استفاده میکنه. حالا اگر اینجا توجه بکنین چجوری اینو اثبات میکنیم؟ فوق العاده ساده اثبات میشه. این فقط از قضیه گرین میخوایم استفاده کنیم. میایم کانترادیکشن میکنیم. میگیم فرض بکنید که یه لیمیت سایکل وجود داره، این شرط ها وجود نداره، لیمیت سایکل وجود داره. اگه لیمیت سایکل وجود داشته باشه ما چی میگیم؟ میگیم خب فرض کن لیمیت سایکل وجود داره، اگه لیمیت سایکل وجود داره هر منحنی بسته وجود داشته باشه، این منحنی بسته تو معادلات حالتش باید صدق بکنه. معادلات حالت چی بود؟ x dot 1 مساوی با f1، x dot 2 مساوی با f2، d x تا به dx1 مساوی با f2 به f1. درسته؟ این رو از قضیه چیز به دست آوردیم. تو همه نقاط این نقطه منحنی بسته این خصوصیت برقراره. پس ما میام انتگرال میگیریم، این منحنی بسته رو در نظر بگیر، انی پریودیک اوربیت، و چون این انی پریودیک اوربیته در واقع این خصوصیت برش برقراره، یا صفر یا تغییر علامت میده. اگه انتگرال بگیریم رو همین منحنی بسته، انتگرال کرو بگیریم، انتگرال رو گاما میگیریم، f2 dx1 منهای fx، چون این f2 dx1 منهای f1 dx2 مساوی با صفر میشه، همه جا صفر میشه، پس انتگرال بستش هم مساوی با صفر میشه، انتگرال کروش هم بس صفر میشه، این منحنی صفر میشه. اگه این صفر بشه، قضیه که منحنی کرو رو به منحنی دوگانه یا انتگرال کرو رو به انتگرال دوگانه مرتبط میکرد تو ریاضی دو چی بود؟ قضیه گرین بود، اگه یادتون رفته. گرین کیه؟ جورج گرین، یه به اصطلاح ریاضیدان انگلیسیه که سال 1793 تا 841 در واقع زندگی میکرده. موضوع مال 300 سال پیش تقریبا، حداقل 200 سال پیش. این قضیه گرین اینو میگه که اینو ما میتونیم با این در بیاریم، کافیه که اینو به انتگرال دوگانه برگردونیم، انتگرال دوگانه که روند اف 1 به روند x1 به اضافه روند f2 به روند x1 dx1 به dx2 صفر. این چه موقع این انتگرال صفر میشه؟ اگر این خودش صفر نباشه، تغییر علامت نده، این انتگرال صفر نمیشه.
پس حتما باید این شرط رو برقرار بشه. زمانی یه لیمیت سایکل وجود داره که یا صفر باشه، موقعی یه لیمیت سایکل وجود داره این انتگرال صفره، موقعی این صفر میشه که یا خود این صفر باشه قطعا مثل وی ایکس نات مساوی با صفر، یا تغییر علامت بده. اینجا یه مرحله جلوتر هم داره میگه، میگه این ممکنه یه جای مثبت بشه یه جای منفی بشه، اگه مثبت و منفی شد ممکنه که در واقع تو این حالت لیمیت سایکلی هم براش برقرار بشه، اما اگر نشود معکوسش، نان اگزیستنس آف پریدوک، مطمئن باشید که اینجا لیمیت سایکلی وجود نداره. این سه تا قضیه که در عین اینکه بسیار عمیق و مفهومیه، حالا قضیه یا مواردی که عرض کردیم خیلی خلاصه آچار به دست و عملیاتی نیستن، باید گشت و پیدا کرد. اینجوری نیستش که خلاصه اینو بزنی به مثل یه چوب طلا باشه که جادویی باشه که به هر چیزی بزنی این به شما جواب بده. و ما اینجا ملاحظه میکنیم که در واقع به این شکل قضیه‌مون ختم میشه. من انتظار داشتم که وارد قضیه بعدی فرد بخش بعدی بشم، ولی به نظر میاد که وقتمون کم هست و سعی میکنم اینجا با یک کمی من روی پوانکاره و بندیکسون توضیح بدم که چه کارهایی کردن. اگه سوالی دارید خواهش میکنم وارد شید، در حد چند دقیقه در پایان کلاس میتونیم این سوالات رو دنبال بکنیم. پوانکاره کی بوده؟ پوانکاره، من اگه بخوام بگم کی بوده، شاید مهمترین کاری که انجام داده، پوانکاره سال 1854 1854 ما 1900 مثلا 54 مثلا فرض کن که 50 سال پیش 150 سال پیش ایشون به دنیا اومده و 1912 فوت شد. فرانسه فرانسوی بود، اصلا معلومه پوانکاره دیگه، پوانکاره یعنی فرانسه بوده. ماتماتیشن، تئوریتیکال فیزیسیست، فیلسوفر آف ساینس، همه کاره بوده، هم ریاضیدان بوده هم فیزیکدان بوده هم فلسفه میدونسته. مهمترین شاید یکی از ویژگی های عجیبی بوده، خیلی جلوتر از زمانش فکر میکرده. یکی از ویژگی هایی که داشته و خیلی هم جالبه، در واقع مثال های نقض خیلی خوب میزده. یک کانجکشری رو اینجا تو سال پوانکار، کانجکشری رو تو این قرن، ابتدای قرن بیستم تو سال 1900 مطرح میکنه که 100 سال بعد سال 2002 تازه میتونن اینو حل بکنن. یه مسئله رو طرح میکنه که 100 سال غیر قابل حل میمونه. آشنا هستید بچه‌ها با مسائل حل نشده، کانجکشرهای مختلف؟ ریسرچ نمیدم ولی کسایی که علاقه مندن کار بکنن روی آرمسترانگ و افرادی خیلی و خیلی از ایرانیای مشهور هم با حل این کانجکشرها در واقع به نتیجه میرسن. توجه کنید، حالا البته این تنها کارش نبوده، پوانکار مهمترین کاری که انجام داده invariance law of physics under different transformation، میاد میگه که با تبدیل مختصات به اصطلاح ویژگی های سیستم های به اصطلاح فیزیکی تغییر نمیکنه. و این خیلی خیلی مهمه، این همون چیزیه که ما میتونیم به جای منحنی زمانی بریم عمودشون رو نگاه کنیم و این خصوصیت رو پیدا بکنیم. کار دیگه که کرده relativistic velocity transformation رو به دست آورده، یه جورایی توی relativity هم تأثیر داشته، در اساس نه بر اساس اصل relativity ولی در واقع transformation های relative رو در واقع به شکل خوبی معرفی کرد. این کار پایه‌ای هستش که توی ریاضیات و فیزیک کرده، ولی توی سیستم های دینامیکی که ما کار کردیم خیلی از پوانکاره صحبت میشه. و مثلا ما پوانکاره مپ یه چیزی هست، البته من نمیتونم تو این درس بگم، اینا جلوتر باید بیان بشه، ولی مرتبط هست. اینجا ملاحظه میکنید که میگه که intersection of a periodic orbit with a certain lower dimensional subspace، این به پاسخ سعیده است. ما اگر تو فضای سبودی حالا یه منحنی بسته داشتیم، نه تو فضای دو بودی، تو فضای دو بودی همه چی دیده میشه،
اگه فضا 3D، 4D یا 5D شد چیکار کنیم؟ فهم کار میاد به کمک ما، میگه برش بده اینا رو، برش بده و نگاه کن. یکی از شکلایی که اینجا میبینید، برش بده و نگاه کن، شبیه جریان خون میمونه به نظر میاد، یا مثلا آزمایشی که شما داری در واقع آزمایش دی ان ای میدی، همچین چیزایی رو ممکنه بخوای ببینی. و خب واقعا ژرفنگ اندیشه، من تعجب میکنم چطور در اون سال یه فردی میتونه این کارو بکنه. این برمیگرده به قدرت تحلیلی و استفاده از نون و پنیر و گردویی که صبحها به موقع خورده و ازش خیلی خوب استفاده کرده. بنابراین این یکی از کارها هست و این برش رو به عنوان به اصطلاح پانکار سکشن نام میدن. اما خیلی کارهای دیگه وجود داره. ما پانکار مپ و توی پایداری سیستم های غیر خطی از پانکار خیلی نام میبریم. البته موارد پایه‌ای رو مطرح کرده و بعد روی او کارهای او افراد دیگه خیلی سوار شدن و کار کردن. بندیکسون کی بوده؟ بندیکسون سوئدی بوده. بندیکسون هم در واقع یک کمی بعد از پانکار 1861 تا 1935 در واقع ایوار اوتو بندیکسون، شاید مهمترین کارش رو بحثای توپولوژی بوده. توپولوژی در واقع منحنی های دیفرنشال رو در واقع در نظر میگیره، هندسه دیفرنشال رو در واقع مد نظر قرار میگیره. کار خیلی خیلی جالب توزیع زمان، فاطمه پرسی، توزیع مکان، توی حوزه فرکانس و بحثای مربوط به منحنی های بسته اونجا و ما توزیع زمان کار خیلی خیلی جالبی انجام داده. شاید بشه گفتش که اینتگرال کرف تو فرست اوردر دیفرنشیال اکوشن رو به دست آورده، تحلیل های پایه‌ای. اما پانکار بندیکسون تئورم رو توضیح بدم، which says an integral curve which does not end in a singular point has a limit cycle was first proved by Henry Poincare. ابتدا با هنری پانکاره انجام شد. But a more rigorous proof with weaker hypothesis was given by Bendixson. یعنی ابتدا پانکاره، این قضیه پانکاره بندیکسون، البته اگه هم نگاه کنه توی لیترچر و حتی توی کتاب ها ورژن های مختلفی از اینو میبینید. ورژنی که من گذاشتم براتون با این شکل در واقع دیده میشه، ورژنی هستش که بندیکسون اون رو معرفی کرده و ملاحظه کرده. امیدوار هستم که این موارد تحلیلی که گفتیم رو خیلی عمیق بتونید دنبال بکنید. سوالی مطرح نشد، این یعنی که من یا انقدر خوب مطالب رو توضیح دادم که هیچ سوالی برای شما واقع نمونده، یا انقدر خلاصه ضعیف بوده که هیچی ازش نفهمیده. چون اگر بخشی از این مطلبی رو بفهمید قطعا سوالات زیادی براتون، من مطمئنم که سوالات فراوانی براتون تو ذهنتون ایجاد شده. مقداری مطالعه بکنید و کتاب خلیل رو هم زمین نذارید. من خیلی ممنونم. این ترم به واسطه ویژگی هایی که داشته سبب شده من مجدد برای بار نمیدونم 12 یا 15 نمیدونم چند بار کتاب خلیل رو دوباره بخونم و مطالعه کنم و بفهمم که چقدر از او رو نمیفهمم. شما هم خواهش میکنم برای بار اول با دقت این رو بخونید و انشاءالله تو مسیر کار حرفه‌تون بتونید ازش استفاده بکنید. اگر سوالی ندارید بچه ها، من شما رو خدای بزرگ میسپارم تا روز سه‌شنبه. تکالیف و همچنین ریسرچی رو که خدمتون دادیم تعقیب بفرمایید. خانم اگر بله مائده سوالی داره من در خدمتون هستم. ببخشید آقای دکتر، توی تحلیل رفتار سیستم‌های خطی ما از تغییر متغیر استفاده می‌کنیم، منهای ام اینورس در ایکس. بله. بعد من می‌خواستم دلیل اینو بدونم و بعدش چجوری بازیابی می‌کنیم و اون منحنی‌ها رو میایم توی همون صفحه X1X2 دوباره رسم می‌کنیم. سوال خیلی خوبیه. چرا اصلا تبدیل میکنه از فضای X به فضای Z میریم؟ اگه اجازه من دارم کم کم میرم عقب که شما هم در واقع چیزی داشته باشید از این. ببین علت اصلی که انجام میدیم، اگر ما تو حوزه X باشیم
منحنی توابع x1 و x2 ما با همدیگه کوپلند، به همدیگه مرتبطن. اما اگه بریم تو فضای زد و این زد معکوس پذیر باشه، یعنی حالا همون m که به کار بردید یا t که به کار بردید، اگر زد رو قرار بدید مساوی با m منهای 1 x و x مساوی با m زد خواهد بود، یا برعکسش فرق نمیکنه، زد رو قرار بدید m x و x مساوی با m منهای 1 زد. مهم اینه که این m اینورتبل باشه و تکین باشه، و ما از برداره ویژه استفاده میکنیم. برداره ویژه مطمئنه اینا مستقلن و اینورس بودن رو برقرار میکنه. به این ترتیب از یه زمان به یه زمان دیگه قابل رفت و برگشت. ما به این حالت میگیم دیفومورفیزم تو سیستم غیر خطی، تغییر مختصاتی که از یه جا وقتی رفتی توی فضای دیگه بتونی برگردی. چه جوری برمیگردیم؟ به جای ایکس اونجا، به جای ایکس گذاشتیم منهای یک زد، میریم تو زد کارمون رو انجام میدیم، بعد به جای زد میذاریم ام ایکس جایگزین میکنیم برمیگردیم. این چه اتفاقی میکنه؟ توجه بکنید که یه ماتریس ام در واقع اتفاقی که میفته ویژگی های همین چیزی که پوانکاره داره میگه، میگه که این ترانسفورمیشن شما اساس کار به هم نمیزنه. یعنی اگه اونجا یه فوکس داری، اینجا هم یه فوکس داری. اگه اونجا یه سدل داری، اینجا هم یه سدل داری. ولی اونجا فوکس یا سدلی که داری کاملا عمود بر هم و مثلا محور ایکس و وای رو نشون میده. اینجا در واقع به خاطر وجود این چرخشی که ایجاد میکنه، منحنی ها میپیچه و تغییر میکنه. چیزی که شما تو غیر خطی مورد نیازتون هست اینه که تبدیل بکنید تو فضای زد، ولی بردارهای بفهمید که کدوم یکی از این خصوصیت های شیشگانه فوکای یا در واقع سرکل یا سنتر رو داریم یا سدل رو داریم، و بعد اونجا که به دست آورید با استفاده از بردارهای ویژه زوایا رو بتونید خیلی خوب به دست بیارید. تمرین و تحقیقی هم که امروز قراره حل بکنید برای حالت‌های به اصطلاح مختلطمونه که بردارهای ویژه مختلط چه مفهومی رو برای من دارن. یکی دو نفر بیشتر تحویل ندادن تمرین این تحقیق رو، خواهش می‌کنم که بیشتر ملاحظه بکنید و تحقیق رو دنبال بکنید. از تحقیق سری اول، از برخی از تحقیق ها من خیلی استفاده کردم و هنوز دارم مطالعه میکنم، اما دارم لذت میبرم از مطالبی رو که شما قرار دادید، و اونایی که مناسب هست روی سایت قرار میدم که شما تعقیب بکنید. البته موضوع کیاس با یک هفته قابل انجام نیست، با یک ترم هم قابل انجام نیست، اما در حد فرصتی که داریم انشاءالله تعقیب. اصخایی میکنم و این ویژگی که ماتریس M باید داشته باشه، باید توی همون حالا قیدی که M اینورس در A در M برابر با J2 که J2 یه صورت حقیقی جردن ماتریس A هست صدق کنه، درست میگم؟ این خصوصیت دومشه. اولا باید اینورتبل باشه، هر ام اینو میتونید استفاده کنید، هر ایکس میتونید به هر ایکس ایکس یکی به ایکس دو میرسیم. ما توی کنترل مدرن به این میگیم سیمیلاریتی ترانسفورمیشن. اما یه چیزیش برای ما مهمه، یه دونه از این ترانسفورمیشن رو برای ما مهمه، اون حالتی که ما رو از حالت به اصطلاح مخلوط تبدیل بکنه به حالت قطری یا به حالت جردن، که اون حالت جردن با استفاده از بردارهای ویژه در واقع به دست میاد. بله، ما از اون استفاده. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. سوال دیگه ای دارین بچه ها؟ من در خدمتون هستم، اگه سوالی نیست تا پس فردا صبح که مجدد خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون.